از مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای جنوب آسیا از آنکارا دعوت کردیم تا پیرامون این گزارش دیدگاه‌ها و تحلیل خود را بیان کنند. آقای رئیس‌زاده سلام و عرض ادب. آقای رئیس‌زاده، با توجه به گزارشی که شنیدید، دیدگاه شما در رابطه با وضعیت شیعیان و هزارا پس از روی کار آمدن طالبان چیه و آیا امیدی به بهبود وضعیت آنان وجود داره؟ بفرمایید. تشکر. سلام. ممنونم. همه برای اعتقاد دارن و اشتراک نظر دارن که طالبا یک گروه تروریستی بین المللی هست و همه برای مشترک نظر هستن که طالبا یک گروه تروریستی قومی افراطی هست. خب بعد از این که طالبا به قدرت سیاسی در افغانستان بر اساس معاملات پشت پرده که اینا وارد میشن در افغانستان، ببینید بیشتر ایدئولوژی قومی طالبا این را تاکید میکنه که بجز طالبا، بجز پشتونهای افراطی، باید دیگه کسی در نظام سیاسی طالبا از درجه بالا تا درجه پایین باید کسی وجود نداشته باشه. اگر یک چند تا هزاره یا تاجک یا ازبکی هم هست، اینا خلع صلاحیت هست و اینا صلاحیت اجرایی و تصمیم گیری نداره، ولی به عنوان یک نقطه سفید در حکومت طالبان باید باشه. اما هزاره ها و شیعه ها نقطه متفاوتی دیگر با طالبان داره، با طالبان یا پشتون های افراطی، که ای هم از لحاظ تاریخی است و هم از لحاظ مذهبی است. و از لحاظ تاریخی در مسیر تاریخ سیاسی افغانستان همیشه پشتون ها، خصوصا پشتونهایی که در صدر نظام بودن و افراطی هستند، اینا مشکل جدی ایدئولوژیکی و تاریخی با هزاره ها دارن. مذهب اهل تشیع نقطه انفکاک دیگری از مردم هزاره، از پشتونها و نظام سیاسی میشه. ببینید با آمدن طالبان در افغانستان وضعیت هزاره ها متاسفانه 180 درجه تغییر میخوره. البته در طول 20 سال هم هزاره ها نقش مهمی را در نظام سیاسی و در قدرت سیاسی در افغانستان نداشتند. این هم برمیگرده به یکی بازیگرای سیاسی هزاره ها و شیعه ها درست بازی نتونستند و هم قانون اساسی و بازیگرای قوی سیاسی که اینا لوبی های متفاوت در غرب و در جامعه جهانی داشتند، کوشش کردند که هزاره ها را بیشتر از سطح قدرت پایین بیندازند. اما هزاره ها با استعداد سواد یا سیاستی قویی که داشتن، تانستن که در بخش اجتماع، در بخش اقتصاد، در بخش سیاست یک نقش قابل قدر را داشته باشد. اما با آمدن طالبان متاسفانه این امینا از بین رفت. هزاره ها ترد شدن به یک انزوای سیاسی که دیگه هیچ قدرت سیاسی را در افغانستان بازی نمیکنن. از جانب دیگر ما میبینیم که ارزش ها و حقوق اساسی و حقوق اولیه انسانی هزاره ها متاسفانه در دوره طالبان محو میشه. اینا توانایی هیچ گونه برگزاری مراسم قومی و مذهبی خود را ندارن و چندین حملات را در این مورد ما متاسفانه شاهد بودیم. و حتی از این لحاظ چیزی دیگری هم بگویم که دیگه هزاره بودن در افغانستان همون جرمی بود که در طول تاریخ بود، که واقعا اسف انگیز است. و از جانب دیگه قتل عام هزاره ها، جنوساید هزاره ها از زاویه قومی و از زاویه مذهبی بر همه نمایان است و این مسیر ادامه داره متاسفانه. و نخبه های هزاره ها و شیعان هم باید کوشش بکنن که در این مورد رسمیت جنوساید هزاره ها را در جامعه جهانی برسونن به نتیجهش. از جانب دیگه ما میبینیم که واقعا هزاره ها از جامعه هم ترد شدن و دیگه در جامعه افغانستان وقتی که میگن من هزاره هستم، متاسفانه در ادارات دولتی، در مکانهای رسمی، در جاده ها و در خیابان ها با یک دیدی متفاوت بر اینا نگاه میشه. ما بارها شاهد بودیم که ملاها و مولوی های پشتون ها کتاب های نوشته کردن که هزاره ها کافر است، شیعه ها کافر است و اینا باعث میشه که این فتواها و این نوشته ها در کتاب ها یک دید متفاوت و دید منفی را علیه هزاره ها ایجاد بکنه که ما این محکوم میکنیم. واقعا جای تاسف است. اما از این که ما بیاییم یک امید داشته باشیم، این را من هیچگاه رد نمیکنم. امید همیشه هست، امید
به استعدادها، امید به بازیگران جدید هزاره ها و شیعان در افغانستان، اینا بتانند از طریق ایجاد نهادها و نهادهای سیاسی و احزاب بتانند اینا بازی بکنند در سطح بلند، در سطح جامعه جهانی، در سطح کشورهای منطقه‌ای، اینا قناعت بتن که به تغییر سیاست طالبان، به تغییر نظام سیاسی طالبان که یک قسم یک نظام رادیکالی را داره، بیاین اینا را به ارزونا توضیح بتن که برادر، ما هم در افغانستان زندگی میکنیم، ما هم در افغانستان حق سیاسی داریم، ما هم در افغانستان حق به دست آوردن قدرت داریم. این دیگه با این یک جانبگرایی قومی، با یک جانبگرایی مذهبی نمیشه که پیش برد. ما امیدی ما از این است که بیاین جوانا و بازیگرای جدید سیاسی از هزارها و شیعیان بیاین در سطح کلان نمایندگی از هزارها بکنه و دیگه اونم تاریخ تکرار نشه و قناعت بتن جامعه جهانی را و قناعت بتن مردمشان را در حمایت از احزاب سیاسی و بازیگرای جدید سیاسی. بله، با تشکر از مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه جنوب آسیا که از آنکارا دعوت ما را پذیرفتند و پیرامون این گزارش دیدگاه‌ها و تحلیل خود را بیان کردند.